سلام به همگی خوش آمدین در یک ویدیوی دیگه میده که جور و صحت من باشین ویدیو رو تا آخر ببینین در این ویدیو یک سری خبرهای خوب خبرهای بد برای شما دارم و همچنین خبرهای جدید درباره سیمون و او توکینی که دیشب با هم صحبت کردیم درباره ریفاینبل توکین درباره زو برای شما خبر جدید دارم و در مجموع یک ویدیوی خیلی خوب برای شما دارم میدانم که همه ما و شما در یک صحنه بعد قرار داریم در صحنه بعد بازار ارزهای دیجیتال قرار داریم خبرها و حدس و گمان خیلی مختلف هر لحظه و ثانیه در صفحات مجازی میبینیم میشنویم خب صفحات مجازی شبکه خبری هر جای یک چیزی صحبت میشه و بعض از این خبرها برای بعضی ها یک مقدار ترسناک هسته و همچنین بعضی در این قسمت یک مقدار ترس و دل دلهوره میگیره ارزهایشان مفروشه دوچاری ضرر مشد دوچاری دو, دو, دو ناراحتی مشد در مجموع در این ویدیو برای شما یک چند تا خبر خوب که میتوند دیدگاه شما رو روی ارزهای دیجیتال تغییر بده یا همین دیدگاه شما رو در باره یا در مورد وضعیت حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال تغییر بدیم ویدیو رو تا آخر ببینین اگر جدید هستی در کانال یوتیوب تا حالا کانال سابسکرایب نکردی خیلی خوشحال میشم کانال سابسکرایب کنید زنگوله نوتفکیشن رو بزنین هر بار من ویدیو جدید آپلود کردم شما اولین شخص باشین ویدیو رو ببینین و ویدیو رو هم یک لایک بدین برای الگوریتم یوتیوب و همچنین ویدیو بتونه پخش برای کسانی بیشتری که در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرده یک مقدار جدید هسته یا یک مقدار قدیمی هسته بالاخره از این خبر خوب با خبر شنه و همچنین درباره سیومون و این توکن جدید در شروع مریم یک مقدار قیمت حال حاضر بعضی ارزها را با هم مرور مونیم بیت کوین تقریبا بین همو 49000 و 50000 و 48000 تا جایی همونجا گیر مانده حالا ببینیم بی چقدر بیشتر میتونه بیت کوین ریزش کنه در ویدیوی دیروز هم برای شما ذکر کردم خب حدس و گمان است که بیت کوین میتونه تا 43000 هم ریزش کنه حالا خب همیشه حدس و گمان هست همون رقمی که بیت کوین رو یعنی رشد شب خیلی ها پیش بینی میکرد اتفاق افتاد بعضی هم گفت نمیشه بعضی هم گفت مشه شد نشد برای نظر بعضی هاد. یعنی تبدیل به واقعیت شد نظر بعضی ها نشد و حالا در حال حاضر در صحنه حال حاضر هم که قرار داریم خب مثلا در این قسمت من یک چیز خیلی خوب را یاد آوری کنم که بیت کوین در سال 2013 ریزیش بد داشته در سال 2018 ریزیش بد داشته ولی خب نسبت به او وقت که او اتفاقی که وقت روی بیت کوین رخ داده تا حالا یک مقدار خیلی مثلا متفاوت تر هسته از چند نگاه مختلف از نگاه اینکه مردم بیشتر الان بیت کوین در شناخته اونایی که سرمایه گذاری کردن در همچین صحنه های زیاد عکس ترسناک نشان نمیدین صبر حوصله داره و امروز سازمان ها و شخص های خیلی بزرگی روی بیت کوین سرمایه گذاری کردن خب مسلما یک مقدار فرق حالا خب بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری ها. هیچ چیزش نمیشه 100 درصد دقیق پیش بینی کرد ایتریوم هم تا جای ایتریوم تا جای خود خوب نگه داشته یعنی مثلا طی هفت روز گذشته ببینیم بیت کوین 19 درصد رزیش داشته و ایتریوم 8 درصد و ایتریوم تا جای خود خوب نگه داشته کوین بایننس که هنوزم حجم تبادله روی شبکیش زیاد هستن تا جای خوب باقی مانده خب تدر که دلار آمریکا خب XRP XRP هم خب معمولا دیگه دیگه آل کوین ها تقریبا تا جای یک رقم هسته حالا بعضشان بیشتر رزش داشته بعضشان کمتر به عنوان مثال دوچ کوینم هم فکر کنم تا 22 سنت هم رفت با این حالا در حال حاضر لحظه ای که من ویدیو رو ریکورد کنم 27 سنت هسته پوکادو هم 30 دلار یونای سوپ هم 30 دلار و همچنین لایت کوین هم ریزش کرده زیاد حالا چین لینک هم یک مقدار ریزش کردن بعد ویچین ویچین هم خب آلکوین ها کلا معمولا اکثریتشان ریزیش کرده به جز بعضشان خب تا جایی یک مقدار ثابت باقی مونده خب اولین خبر در شبکه خبری کوین تلگراف پلان بی سپیکلیز در بی تی سی بیت کوین پرایس فال دزن بین دی این همی حدس و گمان هایی که در حال حاضر مثلا پلان بی از گمان های بیت کوین در حال حاضر کسی که بیت کوین دیگه یعنی بول ران یعنی در رشدش خاتمه داده دیگه رشد نخواهد کرد و اینج درباره از این برای شما در توییتر هم یک تا خبر دارم یک توییتر دارم این گفته گفته از بیت کوین بول ران اوور دیس کریپتو انالیز دازنت ثینک سو آیا فکر می‌کنی که بول یا بیت کوین در رشدش خاتمه داده یک تحلیلگری ارزهای دیجیتال گفته من فکر نمونم و همچنین گفته که بیت کوین بیت کوین قیمتش طی هفت روز گذشته یا تی چند روز گذشته یک مقدار ریزش داشته از بالاترین قیمتش مثلا 60 هزار دلار و تا 50 هزار دلار گفته به هر صورت در حال حاضری که ما قرار داریم به این معنی نیست که بیت کوین از یعنی بیت کوین در رشدش خاتمه داده و خب اتفاق ها مثلا رخ میده گفتن nothing goes up in a straight line هیچ چیز مثلا به سمت بالا, مر... بالا پیش نمره یا به خط استوار یا ثابت پلن بی و بیت کوین هز... گفت بیت کوین تا 6 ماه گذشته رشد خوب داشته و ما در تا این ماهی حال حاضر یا تا صحنه تا لحظه حال حاضر و این برای ما نشان میده که ما مثلا در وسط راه هستیم یا در وسط خط قرار داریم و ما امی صحنه را در 2013 و 2017 م شاید بودیم دیدیم پس جای زیاد نگرانی نیسته و تحلیلگر بذار من چیزش هم اینجا تویترش هم اینجا هستن گفتن گفته هیچ چیز همیشه وقت مستقیم به سمت بالا پیش نماره و خب ما در تایی گذشته واقعا رشد خوب داشتیم و در حال حاضر در وسط راه ما قرار داریم و همین دیپر ما در سالهای 2013 و ایب ده دیدیم و لحظه حال حاضر بیت کوین یا ارزهای دیجیتال به این معنی نیست که ارزهای دیجیتال در رشدشان خاتمه داده و در دا قسمت یک خبر منفی هستن خبر منفی است که اه اه ساوت کوری یعنی قانون مالی قانون مالی کره جنوبی یعنی پیشنهاد دادن که تمام صرافی های ارزهای دیجیتال شات داون کنه یعنی ببنده حالا فکر نکنم رو خواهد داد حالا خب خبر هست ببینید چی میشه ولی یعنی واقعا بهترین پیشنهاد ما برای شما این است که هرگز نگران نباشین مثلا مثبت ببینین مثبت ببینین خب بازار مالی هسته بازار مالی هست حالا خبرهای بهترتر دیگه هم داریم که میتونه این مقدار دیدگاهتان تغییر کنه و همچنین بیت کوین کریتیکس تینگ ایت اس از اینترستد این مانیپولیتینگ دی بیت کوین پرایس و پتر چف پتر چف بنیان یورو پیس فیک گفته البته در رابطه با تویتر گاری سکیل در سکیل یک از بزرگترین بانک های مالی در آمریکا هسته که در حال حاضر 45 بیلیون دلار آمریکایی روی بیت کوین یا کلا در مجموع ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردن این ارزهای دیجیتالشان اینجا جمع هستن بعد او یک مقدار یک یک عکس عملی ده ای تویتر از اینا نشان داده که گفتن کمپانی مثل گری اسکیل بیشتر وقتی میرن روی بیت کوین سرمایه گذاری و نه اونا علاقه مند از این هسته که بتونه روی قیمت بیت کوین تاثیر بمانه نه اینکه بتنورین برای مشتریان خو یک رهنمایی یا یک معلوماتی بیشتر و بهتر تر بدیه خب این چیزا در صفات مجازی بیشتر رخ میده و اینجی آقای چارلز هاسکینسون بنیانگذار کاردانا و همچنین بلاکچین اتریوم در یک پادکست خو دیروز نه پریروز پیش پر روز ایرا گفت بعد ایرا ایرا دیروز در شبکه خبری دیلی هولد دیلی هولد اینجا اعلان کرد که آقای کاردان آقای چالیس آکنسون گفته که کاردان که کاردان کریتر چالیس آکنسون سایت U.S. will not leave crypto regulation in the limbo. یعنی آمریکا قانونی بازار ارزهای دیجیتال در یک برزه قرار نخواهد داد ول نخواهد کرد خب تازه او یک مقدار چیزهای خوب اینجا ذکر کرده که مثلا قانون هایی که آمریکا الان قرار روی ارزهای دیجیتال مثلا پیاده کنه جمله اینکه تکس مالیات را بیشتر کنند برای کسانی که بیش از یک میلیون دلار سود از ارزهای دیجیتال دست میاره به این معنی است که ارز آمریکا یعنی الان آمریکا بازار ارزهای دیجیتال جدی گرفت یعنی یک بخش از یک بخش از قانونش یک بخش از دولتش یک بخش از کلا در مجموع مالیش یعنی جدی گرفتم که میگه یک چیزی بزرگ شده پس ما باید یک مقدار قانونهای خوب رو اینجا قرار بدیم که کدام اتفاق بعد یا فرض مثال اینکه در ضرر مردم یا دولت تمام نشه نه پس یک قانون هایی که به این نشان میده که آمریکا الان مثلا بیت کوین در اونا یک مقدار جدی تر گرفته پس چیزی هست چیزی نگرانی نیسته و همچنین یک چیزی خیلی خوب را تا حتی می ردی در این استگرام پوست کدم یک تیکش را ترجمه کردم برای بچه ها نویشتم اگر اینستاگرام ما ندارین حتما اینستاگرام فالو کنین خبر خبرهای جدید ما در استوری پست مونم نامم هم دقیق همین نام یوتیوب ما هستم مشتاق حسینی هفت بدون کدام نقطه خط فاصله ای گفته ایمی بنیانگذار بایننس که واقعا یک شخص خیلی موفق و شخصی هست که چند وقت پیش در یک مصاحبه گفت من هیچ پول فیات ندارم یعنی هیچ پول کش پول کاغذی منظورم که حساب بانکی من ندارم تمام پول های من روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری شده هستن و او یک قمی گفته گفته ما بیشتر وقتا وقتی ما هر سال در دیپ در فرو ریختگی هستیم گفته اگر این چیزی هست که تو رو اذیت منه گفته برو در کوین مارکت کپ بعد مثلا منظورش که بیت کوین انتخاب کو بعد سفر بکش پایین و همچنین امو چارت رو به سمت چپ بکش و اونجا تو میتونی قیمت بیت کوین را یک سال قبل ببینی یک سال قبل این خبر مال این تویتر مال دیروز هسته 23 آپریل گفته یک سال پیش امروز بیت کوین بوده 7543 دلار اینی رو ببینین بعد فرض مثال یعنی اینی رو ببینین بعد دو زمان دیدگاهتان میتونه تغییر کنه ببینین که خب امروز همی که دهی های خبری اینجی دوی د شبکه خبری خبر که برای شما اعلان کردم که هیچ چیز مثلا مستقیم یک دفعه جلو پیش نماره خب چیزی که بالا میره باید بیان پایین بعض ولی خب منظورم که همی بالا و پایین رفتن ها بخش یا بخش از همی بخش از همی پروسه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال هستن و همچنین ده ای قسمت در قسمت یک خبر درباره سیومون بذار درباره سیمون بیشتر برشم صحبت کنم سیومون امروز البته در یوتیوب بوده بعد خود شبکه یوتیوب خود شبکه یوتیوب بایننس لایف آمده و اندازه سه ساعت لایف بودن و من همون یک مقدارش خود لایف را از رویش یک اسکرین شات گرفتم در اینستاگرام پست کردم در استوری اینستاگرام ماندم که آقای همین بنیانگذار بایننس لایف آمده بود در لایف رو درباره سیومون صحبت کردن در باره سیمون صحبت کردن که گفتن که درخواست مردم از از در کامنت ها خیلی زیاد هسته و همچنین تایتل لایف شاندم نوشته بودن که آپدیت درباره سیمون بروز رسانی یا فرض مثال خبرها درباره سیمون اینکه آدرس والد های سیمون زیاد هسته و درخواست مردم در شبکه توییتر در کامنت ها ازمون خیلی زیاد بودن که سیمون لیسکن خودشون مستقیم درباره سیمون صحبت کردن خودشان مستقیم واقعا <تصفح> ببخشید گفتن که برای ما مثلا هیچ مشکلی نداره هیچ مشکلی نداره ما مثلا دنبال پروژه هایی هستیم که مثلا علاقمندی مردم علاقمندش باشه و همچنین حجم خرید و فروشش زیاد باشه و اینکه مثلا کلا درباره سیمون چیزای مثبت را درباره در صحبت کردن و مستقیم نگفتن که ما لیست مونیم مستقیم نگفت ولی نشان میداد که لیست خواهد شد نشان میده که لیست خواهد شد و در حال حاضر هم سیمون روی صرافی مثلا اه... گیت دادایو لیست شدن و در مدت پنجا پنجا و درست دو روز به یک دو میلیون یعنی تعداد کسانی که سیمون در یک دو میلیون نفر رسیدن چیز فوق العاده عالیه واقعا یعنی یک اگ... چیزی هست که فکر کنم کم کم اتفاق میفته و خب سیفمون هم می قمیکینا درخشیده استقبالی که از مردم داشته یعنی دمی چند روز گذشته فقط صرافی پوش صرافی پوش سر هم که ای هسته هی سیفمون لیست مونه چند روز متوالیه که سیومون بیشترین ترند یا بیشترین بازدی جستجو در صفحات مجازی به خصوص در تویتر داشته تویتر جایی که بیشتر مثلا خودتون هم که تویتر یک شبکه‌ای هست بیشتر درباره خبرهای سیاست مالی ای چیزا اینا صحبت می‌کنه همچنین در یوتیوب و دیشاو بزار بزارید ام صحنه یک دقیقه مهلت بدین من کیرا جستجو کنم نام از چی بود اندری جک اندری جک اندری جک هم دیشاو یک ویو... ویدیو در یوتیوب پاس کرده یعنی The Truth About واقعیت در باری کوین، Moon Coin من تکمیل دیدم این که خب به اندازه یک اشاره میلیون سابسکرایبر در یوتیوب داره و کسانی که کی... خب کسانی کسانی که رو فالو کرده یعنی واقعا یک شخص خیلی خوب هست در بازار مالی و به خصوص در بازار ارزهای دیجیتال همه چیز درباره خوب و بعدش صحبت منه و برای مردم پیشنهاد های خیلی خوب میدم من یک از واقعا یک از سخت سرسخت طرف دارایش هستم و همیشه وقت ویدیو هایش را میبینم اه... چیزای خوب گفت درباره سیمون و همچنین توکین هایست اه... یکی اینکه تو... یک توکنی یا کوینی هست که توکینی هست که هر کس بیشتر نگهداری کنه مثلا ریوار جایزه در رفت من امور که در ویدیو قبلی گفتم سیمون یک کوینی مثلا انجمنی هستن ما هرچی بیشتر سیمون رو نگهداری کنیم کسانی که سیمونشان بفروشن 5 فیصد از او فیصد از او, مقداری که اونا سیمون مفرشه برای کسانی که سیمون نگهداری منه تقسیم بندی میشه که مثلا ما تو یا هر کسی که سیمون داریم در این قسمت یک مقدار چیز خوب را صحبت کرد و همچنین درباره رشدش درباره اینکه اما تیمیش درباره اینکه استقبال مردم دیگه مثلا کدام پیشنهاد دقیقی خرید یا فروش برای مردم نه در مجموع چیز مثبت بود ولی گذشته از همیشه خب گفتم اندریجا یک شخص بزرگ هست و طرفدارای خیلی زیاد در دور دنیا داره که فرض مثال 1.49 اشاره میلیون سابسکرایبر در بازار مالی خیلی زیاد هسته در باری سیمون ویدیو ساخت اینه مثلا سیمون در حال حاضر استقبال از اینفلوینسر های بزرگ دریافت منه یا موشه مثلا مثل آندری جیک و همچنین در شبکه یوتیوب امروز خود آقای بنیانگذار بایننس لایف آمادن چیزی خیلی خوب هستن و آخرین خبر درباره خبر جدید ریفاینبل ریفاینبل همین توکن جدیدی که دیشب با هم صحبت کردیم و خودم میرم میخرم دنبال خریدش هستم منتظر هستم امروز امروز شنبه فردا یک شنبه پس فردا دو شنبه سه شنبه سه شنبه 27 آپریل ساعت ساعت دو یو تی سی که در وقت اروپا یا مثلا مد در سویدن زندگی مونم در وقت سویدن ساعت چار بعد از که در وقت ساعت چار بعد از در دا وقت برلین موشه حالا شما از هر جایی ویدیو رو میبینید افغانستان ایران اروپا آمریکا هستین دیگه وقت خودتان میتونین حساب کنین برای جایی که شما زندگی چی وقت میشه و ایره ما میتونیم روی پنکیک سواب با بایننس چین همون رقمی که دقیق مثل که سیمون خریدین دقیق خریدش مثل خرید سیمون هستن اونایی که دنبال خرید ازی هستن تا حالا او ویدیو رو ندیدیم که چرقمی سیومون خرید کنین بذار من ویدیو این این ویدیوش هم اینجا اینه ان دیگه منظورم که ببینیم دیگه چه اتفاقهای بیشتر صورت میگیره امیدوار هستم که امیدوار که استقبال خوب از مردم دریافت کنه توکنش توکن خوب هسته توکن NFT هسته شخصهای خوبی پشت سرش قرار داره تیمیش وبسایتیش همه چیزش دقیق واضح معلوم هسته گفتم که آقای میستر بیست روی از سرمایه گذاری کردن میستر بیست یک از بزرگترین اینفلوئنسر های دنیا و جهان هستن که بیش از 60 میلیون سابسکرایبر در یوتیوب داره ببینیم هنوز لیست نشده جایی لیست چونه ببینیم دیگه رشد میتونه داشته باشه من مثبت بین همیشه وقت به هر چیزی که اگر کاری که انجام میدیم نظر مثبت دارم واقعا انتظارای خوب دارم دیگه حالا میتونه خوب شنه میتونم بد نه پس از همه چیز ما و شما باید آگاه باشیم امیدوار که از ویدیو خوشتون آماده باشه از ویدیوی امروز شنبه گفتم یک ویدیو بسازم برای شما از چند تا چیزای خوب شما را در جریان بمانم دیگه ویدیو رو تا حالا لایک نکدین ویدیو یک لایک برای من بدین تا کانال یوتیوب سابسکرایب نکدین کانال سابسکرایب کنید زنگوله نوتفکیشن بزنین دیگه سوال پیشنهاد انتقاد در کامنت برای بنویسین تا ویدیوی بعد وقتتان خوش خدا نگهدارتان